پاسدار محمد اسلامی، معاون رئیس جلاد و رئیس سازمان انرژی اتمی رژیم، درماندگی حکومت آخوندی در برابر روشنگری‌های اتمی مجاهدین را به نمایش گذاشت و گفت مجاهدین با گستردگی تلاش‌هایشان همواره برای آژانس علیه ما تولید اطلاعات می‌کنند و ما مرتب مورد پرسش و پاسخ بودیم. دشمنای ما به آژانس خیلی فشار میارن، یعنی مرتب هم منافقین مزدور با گستردگی تلاشاشون که دارن انجام میدن مرتب تغذیه اطلاعات فریب دهنده با آژانس انجام میدن و همواره این آژانس رو علیه کشور ما در حقیقت براش تولید اطلاعات میکنن و آژانس هم به دلیل قانونش اینها رو میگیره و مورد بررسی قرار میده و ما مرتب مورد پرسش و پاسخ بودیم. مطلبی که ما با آژانس در این دوره سعی کردیم که واقعا براش یک رویه جدید پایه‌گذاری بکنیم، این که از آژانس خواستیم مسائل سیاسی و این نفوذی که این سیستم های مخرب ایجاد میکنه رو این رو یک حد یقفی براش تعریف بکنن که این شیوه قابل ادامه نیست. ما از آژانس سوال کردیم که آخرین روز و آخرین صفحه‌ای که شما میخواید بهش استناد بکنید و این همه ابهام برای ما ایجاد بشه اون چه روزی خواهد بود که ما بتونیم واقعا روش برنامه ریزی بکنیم بفهمیم که این به چه شیوه هست. پاسخی دارن آیا؟ نه، هیچ پاسخی ندارن. نکته مهم اینه که اسیر این فشار هستن. پاسدار اسلامی همچنین به ادامه نقض برجام در غنی‌سازی و تولید فلز اورانیوم اذعان کرد و گفت در ذخیره سازی اورانیوم با غنای 20% از رقم 120 کیلو عبور کرده ایم. الان میتونید بفرمایید که ما چقدر ذخیره داریم؟ بله، ما از اون عدد 120 عبور کردیم. بیشتر از 120؟ بله بیشتر از اون، یعنی جلوتر از این مقدار هستیم، جلوتر از این برنامه هستیم. یعنی الان اورانیوم فلزی رو میتونیم تولید کنیم؟ بله. الان تولید هم داشتیم یا هنوز تو مرحله تازه تمام شد؟ برای اثبات فرایندمون این کار رو انجام دادیم. شما میدونید که خب وزارت امور خارجه آمریکا واکنش نشون داده به این اقدام و اعلام کرده که ایران به هیچ وجه نیاز نداره اورانیوم فلزی تولید کنه و این یک موضوع حساس است، زیرا این ماده ممکن است در ساخت بمب هستی استفاده شود. خب برای چی استفاده میکنیم؟ اونا کلا تمام اتهاماتشون خلاصه میشه که ایران میخواد بمب اتم بسازه.